خیلی ننگ، سلام بر شما، خوش آمدین. خب نخست جزئیات تازه نبرد را با ما شریک بسازین. جنگ مشخصا بین کیها جریان داشته و افرادی که منصوب به داعش خوانده میشن دقیقا کیها هستند؟ با تقدیم سلام، از دیروز شام که میان گروپ طالبا که در اوجه هست در منطقه خاک سفید در کال مزار و منطقه غار مرچه میگن، این منطقه است که نزدیک به جر ساجیس، منطقه است که داعش در اوجه مرکز گرفته. از گروپ داعش البته بزرگایش رزاق مهدی است که در اون منطقه است. این دو برادر هستند، البته یک گروپ 50 نفری 60 نفری در اون منطقه هستند، گفته میشه که یک 9 نفر خارجی هم کتشن است. و از گروپ طالبا قماندانای متعدد از منطقه شیوان و از هم از منطقه خاک سفید در اونجا به جنگ است. بله، به نظر شما انگیزه این جنگ بینشان چی بوده؟ شاید مسائل باشه، البته به این تفاصیل ما اطلاع نداریم، ولی گروپ داعش در فرا که آغاز به کار کرد اول در بکوا لانه کرد که از اوجا قماندانای طالبان و بزرگای محل به یک اتفاق بسیار بزرگ داعش از اوجا بیرون کردن. جر مزار یا کال مزار منطقه است که البته از قدیم هم قرارگاه های مجاهدین بود در وقت جنگ علیه روسا. این منطقه است بی حد یک منطقه مسئول و در این وقت از لحاظ سبق الجیشی نظامی منطقه است که حمله بالای از او یعنی آسان نیست، ولی روی هم رفته منطقه نظامی است، اوجا قرارگاه کردن و منطقه مملو از قریه های است که پولشان بایکات کرد و اصلا جنگ ما فکر میکنم طالبا و قدر شروع نکده تا که با مردم ارتباط داره. مردم منطقه سلیم آباد یا اسلام آباد که میگن، منطقه که در این چهار اطراف است، یا کلشان دست به هم دادن و به خلاف داعش استاد شدن. بله، خب در جنگی که در ولسوالی خاک سفید جریان داره و در مناطقی که شما یادآور شدین، نیروهای حکومتی هم در کوبیدن تندروان سهم دارن یا صرف نقش نظارگر را اختیار کردن؟ به این منطقه ما نیروهای خود داریم و تحفظات منطقوی خود داریم. تدابیر است که ما اتخاذ داریم در اون منطقه که فعلا فکر میکنم بسطی نیست که رسانه‌ای بسازیم. بله، خب شما بیشتر از کلمه داعش بار استفاده کردین، میشه بگوین که این عناصر که به داعش منصوب میشن چه ارتباط با داعشی دارند که در عراق و سوریه میجنگند؟ به نظر ما شاید ارتباط بسیار رمیق نداشته باشه. داعش اگه همین نامش مصطلح دال الف عین شین باشه، دولت اسلامی در عراق و شام به اسلام، با او هیچ یعنی پیوند جغرافیایی نداره از لحاظ منطق هم. اما ما فکر میکنم که سازمان های هم هنوز اشتیاق دارن که به نحو گروپ های خشونتبار خلق کنه با خاطر دوام بدبختی. بله، بازی پایان نیافته به نظر ما در افغانستان، از او خاطر بسیار مغلق است که تحلیل کنیم. ولی گروپ های از القاعده، فراریا، غرغره ها، از مافیای مواد مخدر، مافیای منطقوی، مافیایی که متعلق به چند کشور است و جای در روی زمین ندارن، یک گروپ از آشوب بسیار کلان متجمع شدن و در منطقه عراق و شام جای به جای شدن، پارچه پارچهش که در جایی که به اون منطقه رسیده نتنسته یک به شکل نمونه یک بیرق بالا کردن. بله، آقای ننگ، در این اواخر حملات طالبان در سراسر افغانستان در گوشه‌ها و کنارهای افغانستان بیشتر شده، چه فکر میکنین که دلیل از این چی بوده میتونه و آیا امکان همچین حملات گروهی طالبان در ولایت فرا هم متصور است یا خیر؟ فرا انشالله زمین آسان نیست. فرا یک اداره بسیار مستحکم داره، از لحاظ نظامی یک انسجام و هماهنگی بسیار قوی و پایدار داره. البته ما تدابیر متعدد مردمی هم داریم. پیام ما پیام خوب است و پیامی که مخالفین دارن پیام باطل است، یعنی به هیچ نحو نمیتونن که در سر مردم سیطره حاصل کنن. تا جایی که به استراتژی جنگ ارتباط داره، جنگ نوسان داره، پیش و پس نیروها عقب نشینی و پیشوی میکنن. ما امید دارم و انشالله اطمینان دارم
که در فراه دشمن تمام تلاش خود کرد، در پشت رود، در ولسوالی پشت رود، در گلستان، در مناطق بکوا، در مناطق خاک سفید، در چهار اطراف ولسوالی بالا بلوک، در این مناطق و در گنجاباد عملات بسیار گسترده ای کردن، تمام نیروی خود مصرف کردن، اما یک پوسته ما را نتانستن که بله. آسیب برسانند، یعنی سقوط شب بله. چی میکنین که دشمن در فراد تلفات زیاد بله. در جنگ آقای ننگ. هم بله مسائل بله. نظامی و جنگ اگر یک طرف بگذاریم، در حصه تامین صلح، در روند مصالحه، در سطح ولایت فراد چه فعالیت هایی صورت گرفته تا حال؟ ما البته پیام عمومی ما و پیام به اصطلاح سلطان ما، حاکم ما، پیام صلح هست. این پالیسی را ما هم در فراد تعقیب میکنیم. بالفعل در اوقات چهار ماه ارتباطات گرفته شده، ولی کدام شخص معینه به روند صلح نپیوسته، اما تلاش های مردمی منسجم شده. ما در پنج ولسوالی تلاش مردمی بسیار گسترده را منسجم ساختیم، شوراهای علما را، شوراهای انکشافی را، شوراهای مردمی را و هم شورای ولایتی و جمع از شورای مردمی محل ولسوالی کار کرده رئیسیم. انشالله منتظر هستیم که بله. پیام صلح که پیام دین الهی هستی به ثمر برسد. تشکر از شما آقای ننگ از زی که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتید.